بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استانداری واسط با احداث مجموعه‌ای به ارزش بیش از 5 میلیارد دینار آماده پذیرایی از زائران ایرانی از طریق گذرگاه مرزی ضرباتی برای بزرگداشت زیارت اربعین در استان کربلا است. یکی از اعضای شورای استانی واسط، عادل البدراوی، تایید می‌کند که کار در مرز ضرباتی در حال انجام است و پیشرفت محسوسی در کار وجود دارد و امیدواریم که قبل از سفر اربعین تمام کارهای لازم را به پایان برسانیم. در محوطه بیرونی مرز ضرباتی محلی نیز برای اسکان خودروهای حمل مسافر آماده شده است، لذا زیارت امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر است. و خبری از اروپا. وزارت کشور اتریش روز گذشته اعلام کرد شبکه‌ای که در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای گروه‌های سنی‌های تندروی داعش در اتریش فعالیت و مشارکت داشته را منهدم کرده است. بنابر گزارش مقامات رسمی این کشور، 9 مظنون در این رابطه دستگیر شدند. به گفته این وزارتخانه، نیروهای امنیتی اتریش روز پنج شنبه در 5 ایالت فدرال بازرسی خانه‌های این تروریست‌ها را انجام دادند و تلفن‌های همراه، لپتاپ، دستگاه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات آنها را چک کرده و مقدار قابل توجهی پول نقد و یک خودرو را کشف و ضبط کردند. ارتش پاکستان اعلام کرد که روز گذشته 28 ژوئیه در عملیاتی در منطقه تانک خیبر پختونخوا 4 تروریست را کشته است. دفتر رسانه‌های ارتش این کشور گفت که در پی این عملیات سلاح و مهمات جنگجویان به دست نیروهای ارتش افتاده است. ارتش پاکستان طی اظهاراتی گفت نیروهایش گزارشی از حضور جنگجویان در منطقه تانک خیبر پختونخوا دریافت کرده و در پی آن عملیاتی را در این منطقه انجام دادند که در پی تبادل آتش و درگیری 4 تروریست از پا درآمدند. و خبری از یمن. سازمان ملل اعلام کرد که 800 خانواده در پی بارش شدید باران در استان عمران در شمال یمن آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از آناتولی، کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد بارش شدید باران در منطقه القفله در استان عمران منجر به آسیب‌های بسیاری شد. در بیانیه این سازمان آمده است که 300 خانواده در پی این بارش در مناطق محل سکونت آوارگان و 500 خانواده خارج از آن آسیب دیدند. این تصور غلط وجود دارد که صبحانه های شیرین انرژی بخشند، در حالی که بالا رفتن ناگهانی قند در بدن و به دنبال آن سقوط ناگهانی قند احساس خستگی و کرختی در ما ایجاد می کند. کریس دوبرلی، کارشناس سلامت روده، از بریتانیایی ها خواسته است که عادت مصرف مواد غذایی شیرین در وعده صبحانه را کنار بگذارند. او توصیه می کند مصرف آب پرتقال و غلات شیرین را فراموش کنند، زیرا این مواد ظاهراً بی ضرر به سلامت روده و سلامت عمومی صدمه می‌زنند.